نام خداوند دادگر و توانا با برنامه نخبگان این هفته از آریانا نیوز و تلویزیون جهانی آریانا با من عبدالقدیر مرزایی خوش آمدید مهمان این هفته برنامه ما پروفسور مهر محمد احجازی متخصص امراض جراحی و یورولوژی هستند همچنان در برنامه بی, بی آجی خانم دکتر سب اجازی هم حضور دارند بی, بی آجی هم یکی از زنان پشتاز افغانستان هستند که در حدود 50 سال پیش از پانزه تعلیم و تربیه پوهنتون کابل فارغ شدند و مدت 15 سال را به حیث معلم در لیسه ملالای و بعدا به حیث سرمعلم در ای لیسه اجرای وظیفه کردند که خوشبختانه امروز این جفت دانشمند و فرهنگی با هم صحت و سلامت زندگی میکنند و بسیار از زندگی خود راضی هستند و خوشحال هستند و ما هم مسرور هستم از اینکه آقای اجازی بر ما وقت مصاحبه را با خود و خانمشان بیبی حاجی بی بر ما مساعد ساختند در قدم نخست آقای اجازی میخواستم بدانم که امی شما شخصا زندگی خود را به چند دوره تقسیم میکنید به نام خداوند توانا با ابراز تشکر از شما محترم سر میرزایی که دی برنامه از من دعوت کردین جایزه خوشی و افتخار مس البته تقریبا باید ارز کنم که ما یک تقسیم دو تقسیم اول میکنم کنم ما در دوره را به یک دوره دیگه این دو دوره پیش ما سال مشخص است یکی دوره است که ما در زمان تفولیات تیر کردیم، مکتب تیر کردیم و بعد از اون تحصیلات در بخش توابت ما پایان رساندیم و به اینسی داکتر تپ، استاد فاکولت تپ بودیم این تمام از در یک دوری تاریخی زمان سلطنت دوری یک آرامش که ما او را میگم گذاشتاندیم و دمی دوره دوره انکشاف پیشرفت به نظر ما و رضایت خاطر همتنان ما بوده و لاغ در شرایط که بودن یک دوره پیش یک دوره بسیار درخشان تاریخ کشور ما شمرده میشه البته دوره دوم بعد از سقوط صدر بسیار مبتکر و او را بسیار زیاد کارهای شدیدیم و دوست داشتیم و باعث ترقی از این وطن شده پایان دوری زحمت از او و تحولی که در تاریخ کشور همیشه سه دهه نمیده میشه بور چهار دهه میگم لحاظا نیمه از زندگی ما به این ترتیب تیر شده و در دوره های سلطنت حالا خان البته ما دورهای مکتب دورهایی که در شهر کونی کابل البته دوچه تولد شدیم و دوری مکتب تا دا دوری شدن فکورتی تب که همه هم بر ما به یک دوری دروشان زندگی است و باز به دکتر داکتر بایست که وظیفه داشتیم همونطور که برای شما گفتم خب قبل بسیار خوب مشخصا ان روی تمام ابعاد زندگی شما صحبت با جناب شما خواهیم داشت منظورم از تقسیم مراحل زندگی دورهای زندگی توری بود که ما خواستیم به چند دوره مشخص تمام حیات شما تقسیم شود و بعد روی هر دوره مشخص صحبت بکنیم خب بیاین حالا این طور صحبت کنیم که شما خب درست در کابل در شهر کنه به دنیا آمدین در کدام سال بود؟ در کدام قسمتی از شهر کنه شما چشم به جهان گشودین؟ ما در سال در اقرب سیزده شمسی هجری و یعنی یازده نومبر نزده تاریخ تولد تا است و در شهر کنی کابل در قسمت بین یک دو گذار به نام خانه و دروازه لوری میگفتن خانه پدری اونجا بود و اونجا ما تولد شدیم و البته بازو تغییر مکان صورت گرفته و این دوره بوده که یک چیزی که بر شما عرض کنم دمو دوره بوده که شهر کابل هم از نوای ترفیتی که در اونجا بودیم از نوای تاریخی دوری شهر کابل که میگیم هنوز دو قسمت کابل داشته باید به با شما عرض کنم یک قسمت شهر کنه کابل و یک قسمت شهر ناوی تجدید شده در کابل کردوی زیرم در دو وقت وقتی تفل بودم در مکتب استقلال و از بازارهای کابل مگذشتم یعنی دوری بودم ما چارچتی کابله. بچه چشم دیدیم. دیدیم از او بازارها همیشه تیر شدیم ولی از آن یک پردیس سینما او پیش چشم دقیقاً. دقیقا. دباره خانواده خود بگوین متعلق به کدام خانواده هستین از کجا آمدن بر کابل و یاد از زمین کابل هستن چی بود؟ البته خانواده ما یک خانواده بسیار متدین و مردم های جرات پیشه بود از اول پدرم در چشمت کابل دکان داشته یک دوکان بازازی داشته و دو دوکان البته ما باز پدر ما من فکر میکنم در گذاشته های بسیار دور در خودش از حال حضرت امیر عبدالرحمن خان دو وقت در امیر ابی خان زندگی میکرد و قصه های از او وقت با ما میکرد دور امیر عبدالرحمن خان قصه میکردن و اونا در عین زمان در تجارت خود می رفتن به هندوستان و پاکستان نبود و تجارت بین هندوستان و تا آسیای میانه را دو وقت می بخارا و سمرقند اینا می اینا تاجر پشته بودن و اینا در طول این سفرهای خود ازدواجای کردن که چیزشان که بازشان در از بخارا هم ازدواج کردن از کابل بوده از از هندوستان هم وقتان بوده دیگه از این خاطر اینا یک مردم های بسیار حتی پدر من حافظ قرآن از این بوده و از این خاطر است که شاید گذشته ها به ارتباط نگیره در قسمت های وزیق از اونها در دیره اسماعیل خان در قسمت های شمال هندوستان اینا زندگی میکردن با تو بله بله بسیار خوب شما فرمودین که در مکتب استقلال درس خواندین در کدام سال در مکتب شامل شدین و در, کدام سال فراغت در استقلال, استقلال اما وقتی که تصادفاً بویم که چانس داشتیم اما وقت که هنوز سرا و بچه ها در شهر کابل سنشان ایک زیاد میشد جلب میکدن به وقت شاگرزار به مکتب ها ما چانسی داشتیم به افصالگی و مثل امروز واری چانسی ری داشتم که ما برم در مکتب استقلال شامل شدم و در اون صنف مدخل وقت بود و یه وقت فرانسوی ها در اونجا تدریس میکردن و اولین امو استاد فرانسوی که مدیر مکتب استقلال بود از اون اول تا صنف دو را در اونجا حضور داشت که دوره دومش بوده در لیسه استقلال بود و همون سیستم فرانسوی را اینا تدریس میکردن بله بله بسیار خوب و بعد بعد از فراغت شامل فاکولته تپ شدند در کابل بله بعد از اینکه از لیسه استقلال فارغ شده البته نظر به اینکه او وقت معادل بکلوره فرانسه امو سیتیتیکیت بویم یا دیبلومی که می دادن معادل امو بود معادل بنامه بکلوره فرانسی به زبان فرانسوی و باعث شد که ما آمادگی داشتیم که بریم در یکی از فاکولتا شامل شدیم لحاظا با همو دیپلم ما به فاکولتا داخل شدیم بسیار خوب در کدام سال از تب کابل فارغ 16 سیزده سی و شامل فاکولتا تب شدم که معادل نوزده است از کدام سال به این طرف به دکتر دکتر تب شما کار خود دوام میتین؟ البته باز تکمیل فاکولت تب که وقت افت سال در بر میگرفت حالا لازم ما چیز است؟ لازم من در سال سیزده چل از فاکلت تب شدم که مادرش مدرسه شست یک میشه از این وقت ما امتحان اولین کسی بودم که امتحان کنکور هم برای داخل شدن به فاکولته تب دادم و هم بعد از فراغت برای داخل شدن باید استاد تب یا استاد کدری داخل فاکوته تب به اساس کنکور شد بسیار خوب سرانجام رفتن به تحصیل و بیرون از کشور چند سالی در بیرون از کشور بودن و تخصص خود یا پروفسوری خود در کل در کدام رشته مشخص از کدام کشور شما بدست آوردین ما با شما عرض کنم که چون او دوره که من از فاکولتت فارغ شدم بایست داکتر ما در این زمان در های اخیر فاکلته از یک فرانسایی می پامیدم ما درس های استاده را هم ترجمه میکردم کردم برای که در اونجا بودن ولی آزا ما دسترسی داشتم به کتب فرانسایی و این کتب فرانسایی باعث ازی شد که ما در ظرف سه سال چهار سال در داخل کشور، در بخش های جرایی، داخله، یعنی جنرل وقت هم تو معمول بود من کار میکردم، اما وقتی که در کدر داخل شدم، خاصتا در بخش جرایی جرایی یک شعبه بود که هنوز تخصص وقت نبود من صورت تمام یک دکتر جراح مکلف بود نظر به شرایط وطن، نظر به کمبوت هنوز دکتر مکلفیت داشتیم و یک مسئولیت داشتیم که ما تمام این رشته را باید بفهمیم. دیگه از تمام رشته باید بفهمیم و یک مکلفیت بود که از استاد استادا استادها دیسیبلین و یک منیجمنت خاص شفاهانه بود که اون مکلفت مثل مکلفت عسکری بود. و شب نوکر نوکره کردن به مریض رسیدن ریاضا ما تانستم در مزرف یک دو سه سال در تخصص جرایی رو بگیرم خوب حالا جناب دکتر سبی جازی میایم سر زندگی مشترک شما شما چه زمان با هم ازدواج کردین و سمره ازدواج شما چند فرزند است تشکر البته ما در سال 1348 1348 ما ازدواج من بر تحصیل رفتم با فرانسه. <متصف> تا وقتی که هنوز تحصیل تخصص تکمیل نکرده بودم من ازدواج نکردم <متصف> و در فرانسا تصادفا اینا که ما فامیلی از اینا را در کابل میشناختم و وقتی در فرانسا رفتم خبر شدم که اینا در ایتالیا هستن و در ایتالیا یک شوار همشهریشان مجلس سفارت افغانستان در اونجا بودن ما وقت تصمیم گرفتم که یک خانم خارجی نکنم یکی از خانم های افغان باشه ما من رفتم ایتالیا در اونجا در سفارت ایتالیا سفارت افغانستان در ایتالیا, افغانستان در ایتالیا. اونجا ازدواج کردم فقط نکاه کردیم مثلا و از ما و از اونها یک جای به کابل آمدیم. خب ازدواج شما شناخت قبلی وجود داشت تنها با خانواده یا با بیبیاجی شناخت داشتیم؟ ما بردانست از کنم که اول با خانواده من شناخت داشتم البته می میفهمیدم که از اون فامیل هستن. اتور صاف واضح اگر آنی واضح است. اجازه بدین سوال بگویم. مطرح بکنم که شما با دوستی با هم ازدواج کردین یا بنابر امو سنت ها و فرنگ هایی که نه در گذشته بود در, نه در نه عالم من میگم در عالم نا نا چی بود نه خیلی من وقتی که تب بودم اینا یک وقتی فامیلیشون من باز دکتر بودم در شبخانی مزدورات میرفتم مریضا رو میدیدم من اولین دفعه در شبخانی علی آباد با مادر از آشنایی، بینو بشناسم مریض بودن و باز یک شناخت پیدا کردم باز مادر آمدن رفتن که اعضای فامیل در مینه یعنی شفاقانه میکردن من فهمیدم که از کدام فامیل هستن از این خاطر بعدا اتر برابر شد که از این اعضای فامیل خواستن که من در فامیل بروم کسا را اونجا درس بدم از این فامیلشان اولادا بود. و اونجا درست می‌دادم باز امروز از نامو جاش عشنا شدم آشنایی بسیار فامیلی با سفا و با البته تا بازم اون وقت من تصمیم گرفتم که اگر روز خدا برای ورش و ما موافقت هم با موافقت هم. بله بسیار خوب بسیار خوب در چهل پنج سال حیات مشترک شما چقدر از خانمتان راضی هستید؟ حالا من شما عرض کنم که همچنان ما یک ازدواج مخلوط هم عشق و علاقه هم ازدواج تعقل و دوراندیشی همیشه در جوانیم داشتیم شرایط وطن هم همین چیز ایجاب میکرده همون زندگی فامیلی و گذشته فامیل هم ایجاب میکرده بسیار در قسمت ازدواج خودم یه تفکر داشتیم ولی آزا بسیار زیاد خوش استم از ای که باز هنی تصمیم ما مفقت آمیز بوده و کمترین یک تصادم برخورد یا چیز واقعی نشده بین ما و جنایی همیشه ما در این سال که رسیدیم ما وقتی از گذشتهای خود فکر میکنم و بسیار تغییرات آمده بسیار تحولات از نگاه زندگی مادی و پاور دیگر آمده ما هیچ پشیمان نیستم و نه ناراضی استم و زندگی های مردم رو میبینم چگونه پیش میرم و اعانت چیزی که دارم شکر خدا میکنم که همزه خانم داشتیم که من زندگی خدا با منفقیت پیش بودم <متصفح> کدام عکس یادگاری از وقت از زمان روسی دارین با خود یا لخ... بوده البته به در خانه باز اکثر پای بود که او ها من برتان باش در به اکس بگویم باقص... بقیم... پیشه برای شما ارز کردم که من در وقتی که در سفارت چیز ازدواج کردم خوب تاریخ هست دیگه در اونجا یکی از پسرهای پسرهای آرازات امالا خان در اونجا تشریف داشتن اونا پدر وکیل من شدند اونجا و یک کسی نام سردار آقا که رئیس المپیک افغانستان بودن که از های بودن او هم و پدر وکیل من شدند دیگه از این خاطر اکسای ما گرفتیم امره از اونا و ما بود آورده بودیم در کابل اما شرایط جنگ ها و آمدن انقلاب ها ها حتی باز وقت ما اکسا را وقت پنهان کردیم بله 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 خب شرایط دشوار در افغانستان در چهل سال گذشته سپری شده بدون تردید تلفات و زایات جبران ناپذیر نه تنها بر مال و خانه و اشیا و لوازم به بار آمده بلکه انسانهای از این کشور به خاک خون غلطیدن به هر ترتیب جناب پروفسور اجازی میشه از درباره شاگردایتان صحبت بکنین به خصوص او تعداد از شاگردای شما که با مقامها و منصب های بزرگی در این کشور رسیدن در سالها و دههای گذشته. تشکر جناب رضایی سب. البته شما یک سوال کردین. البته من یه افتخار میدانم که من از چون استاد بودیم یک هدف هدف ما یا مو انگیزه ما استادی از بزرگواران میشه شنیده بودیم که کادم وقتی که میاموزه، را باید انتقال بده به دیگرها ما یک استاد بودیم این مسلک بسار ارزش من ارزشمند بوده و همو هدف زندگی مرا تشکیل میداد من هیچ وقت از او منحرف نشدیم و همو مقولی که باید که یک داکتر بدون در نظر داشته موضوعات سیاسی اقتصادی چی چی در خدمت یک انسان باشه بدون که از او کنه که تو کی هستی اما با همی رویه که استادای ما ما ترسید تدریس کرده بودن از, از بزرگاه در هر بخش جامعه شنه بودیم تمام هدف ما امی بوده از اون خاطر ما کسایی که در رتبای بلند هم رسیدن ما میتونیم بگویم که اونا شاگرده ما بودن کی ها بودن میشه که اگر بایدتان مانده باشم بله اتون بگویم که در وقتی که ما در فاکولتا بود که باید استاد استاد جوان ترجمه میکردم چون ما با فرانسه گفتم اولین اولین شاگردایی که دورم جمع بودن از اون جمله ما نامی میگیرم که مثلا دکتر نجیب الله مجددی که بچه مجددی سه رئیس جمهور بودن امرای برادرای از اونا. از جمله اولین شاگردای ما دمو یک سال دو سال مکه بودن اونها بودن که پس اونها اشخاص بسیار بزرگ شدن البته بازو بیشتر کسایی که در سطح وزارت آمدن مثلا من نام کامیاره که وزیر صحت بود در وقت حکومت کارمل اینا اونا از شاعرده می بودن و دهها دوران هم این و کودتا استادای یک در شاگردای بودن که بودن اینا بسیارشان در دوران چیز حکومت باید اتون مانده؟ از او دوره به نام اولین وزیر سهت آمه حکومت ترکی بود دکتر شاولی. شاولی که او کلانترین یک از عضو ازبشان بود که وزیر سهت آمه بازو شد البته او هم شاگرد بود وقتی که یک روز ما شبانی علی آباد یک از افرادی هم حضب تداوی میکردم ای آمد من شناخ گفت استاد اجازی شما یک وقت استاد ما بودین و اوباما باز هم کرد که یک لط کرد و برای اجازه داد که بروم فرانسه ای کسر نمیموندن لازم او یک باعث شد که ما فرانسه بروم یک شراب عمیق داشتن و باز و باز کسای دیگه بودن فرض میکنیم باز دورای حکومت دکتر نجیب خدا دکتر نجیب یکی از شاگردای داری فاکولتی ما بود که بس خودش بود با ما گفت که یک تو دار... شما وقت قبلش نداشتم فرانسه رفتم از فرانسه پس اومدم بازو رو دیدم که یک آدم جوان بلند و دکتر شده و یک مریض داشت که پیش ما آوردن دکتر نجیب آقای بارق شفیعی بود و ما مقاله از رو می خواندم دکتر نجیب گفت ما اینا خانه که استاد خبر شده شما از فرانسه اومدین تکنیک های نو و ما پرسان کردم که شما دکتر هستین گفتا من شاگرد شما بودم لحاظا دو ما بعد از دو باز کودتا و انقلاب شد لحاظا این یکی از شاگرده من بودن دکتر عبدالله عبدالله صادفا ما وقتی که رئیس انستیتیوت بودم و هم لکچر میدادم در دا اونجا یکی از شاگرده امون دوری بود که هنوز عامل سای مسود پنشیر بودن و ما در اونجا بودم و اکسایش پیش ما هست که اونا رو میشناختم و من هم که در آینده اینا کی هستن اما که یکی از شاگردها بودن که شاید اونا یادشان بوده باشه میشناسن اینا یکی یک از کسایی بودن که بودند و البته امروز پروفیسور که وزیر سیب سیعتامی امروز که هنوز هستن آقای خانم سرای آدالیل هم از دیگر صدیق جنرال سیب که در وقت اول حکومت به وزیر شدن اینها هم از شاگردای ما بودن و حتی نمودارهای بسیار جوانی من که رفتن به تدریس ریاض تمام امور اینها را مشناختم و آقای فاطمی که در می دوره به اسم از شاگردای ما بودن و این ما افتخار میکنیم بعضی که بیترین یکی از چیز داریم که ما رفتیم اینا خدمات بسیار هر زنده را برای شاگردایی که مهاجر شده بودند برای استاد مهاجر شدن آقای فاطمی کردند و و دیگر کسایی که بزرگا بودند اگه بگیم که شاگرد فاکولته نبودند اما انسان های بزرگ شدند دیگه اونا لطف داشتن همیشه و اونا مثلا فامیل جناب رئیس جمهور سابق از صاحب که از جوانی شناخت هم داشتیم اینا همیشه لست میکردن با ما اعتماد نکردن تا مریضی خود در پشوار در فامیل خود پیر صاحب گیلانی اینا همیشه بسال دوست داشتن شناخت داشتن لیازا از فامیل از اونها حتی باز کسا داکتر شدن که ما خاطر ندارم و دیگر پروفسورایی که در اینجا در حال فیلن پروفیسر پانتون پا تب هستند یا در ها کار میکنند اکثری پواندو های پروفیسر ها اینا اینها شاگرده همه بسیار خوب بسیار عالی در باری ای که چگونه شما به مقام وزارت تحصیلات عالی راه یافتین و وارد اگر چگونه به وزیر صحت حامیه از کشور مقرر شدن در این دو وزارت چه خدماتی را شما انجام دادید در سالی که حکومت گویا دموکراتیک در اینجا برقرار شد افغانستان من تو برتون گفتم اکثر دکترها دا در اون وقت در می سیاسی سر داشتن باعث سر داشتن ما را به سیگستاد بسیار زیاد لطف میکردن اترام داشتن ما در امور سیاسی و قدر زیاد علاقه هم نداشتم و اصلا دورایش هم نمیرفتم و تا مگوریز میکردم اما تعاودی که ما داشتم بود تعاود نیه اما رویه که ما داشتم که ما باید در بین مردم تبیز باید چه و این باعث شد که ما وقتی که یک سطر موضوعات سیاسی اعضاب ساخته شد و نام پرچم نام خلق بنامه اگر در اونجا در این آباد بودم و این شاگردها همیشه وقتی که حادثه میشد اونجا و جنگ ها بین در پوانتون میشد و, و اینا همون کسای زخمی میشد در وقتی که آدم از لکن میشد اون رو به شفخانی علی آباد میبود هر کدامشون به ما اعتماد نکردن هم به ما هم به تیم جرایی ما لحاظا ما به طرفونه اونا را بدون ندرد داشت هیچ چیز ما هم عمل خود انجام میدادیم از این خود در بین از اونا همیشه این رویه موجود بود که ما آدمای طرف شما یک سوال کردیم که چی گونه بایم خواندار از جمله دکتر نجیب هم دم و بود و ما پیش بینی کده که آدم یک روز چی که میشه رئیس جمهور میشه باز وقتی که دمی او آخری که دکتر, نجیب مصالحه ملی را مثلا اعلان کرد مثل که امروز ما از بسیار بحث میکنیم و ایچون یک شناختی داشت در پاکوته تب بسار تیداد در شروع انقلاب نه در شروع چیز ترک گفتن وطنه همون که شما خبر دارین استادای ما کشته شدن اما قانون بسته استادای بزرگ ما که ساختار پانتون تب ساخته بودن اینا از چی شد پاشیده شدن و کمبود استاد اینجا در, در پانتون بود باز دکتر نجیب که در دوره چیز بود لحاظ متوجه شدن که باید که از استادای غیر حزبی پنج به و رزیک رو فقط از بیشون افسر معازلات رو برشون داد. اونا میگفتند که همیشه که باعث فرار از استادای باشد. بس... استادای خود اترام داشت نجیب. باعث فرار استادا شدن. یادو کش میکرد اعضای حزب ایهز به متقاعد بساز که اون پروفسورها سابقی باید برش اترام کنین. اونا رو باید موقعیت بدن. اونا باید در راست کارها باشن. این رویا پیشون بود و بالاخره مرا وادار ساختن ما باید یک پست باید بیرم. بله ابتدا به وزیر در اون وقتی که به وزیر تحصیلات ما آمدم و در اون وقتی تحصیلات عالیه اولین بار قانون تحصیلات عالیه را اینا ساخته بودند و ما تانستم که امور سرمایه اعتماد داشتند ما را تطبیق کردم و این قانون تحصیلات عالیه که در هر پانتون باید استادها انتخاب شوند در می وقتی صورت گرفت و من این بسا موافقانه انجام دادم آقای پجواک مامان استدارت بودم و وقتی دکتر نجیب یک روز از ما دعوت کرد به وزیر صحت که تاکسیم اجازه شما تجربه دارین و مردم از شما خوش هستن اگر شما اکادمی علوم هم انتخابات است که آقای محترم سلیمان لایق به رئیس اکادمی علوم بودم و وقت اونا آدم های بزرگ بودن دیگه ما گفتن که شما باید آقای رنجبر میخواستن امروشان یک چیز داشت چلنج داشتن که شبان رئیس کادی می شوند. رئیس می شوان. و در اینجا پژوهش گفت البته به بالا با آقای نجیب گفت که دکتر اجازی قابل اعتماد است و ما گفتن و این تجربه داره این با این چرا موفق بودم راضی بودن و در پول تکنیک هم در اینجا انتخابات برای انداختم بسیار مبتکرانه و بدون از در نظر با شفافیت باعث شد که من تو در اکادمی علوم هم هم انتخابات که باز آقای رنجبر در اونجا به رئیس اکادمی اکادمی شدن بله البته این ای چیزایی بود که اونا تش، تشخیص داده بودن که ما در هیچ موضوع دخیل خدا نمی سازم به خصوص سیاسی شان داشت بله شما به عنوان یک وزیر کابینه بحیث یک شخصیت یک ت... تکنوکرات بگویم تکنوکرات یک شخصیت علمی در وزارت تحصیلات عالی و همچنان در وزارت سیتامه افغانستان در زمان زمامداری داکر نجیب الله کار کردیم یک چیز در شما بکنم که یک تول که آمد که وقتی که آقای خالقیار که او هم عضو ازم نبود بحیث سرازم واقع شد و زخمی شده بود من خوش شدم که حالا وزارت تحصیلات عالی یک زر جنجالی بود خلاص شدم از شفاخانه به من تلفن آمد که خالق قرار شما را میخواید ما که رفتم که تو سب تو وزیر تحصیلات عالی بودی و تو دکتر استی ما میکنیم من تو برای شما میگم شما به وزیر صحت آمه شما را انتخاب کردیم بسیار خوب و دو وقت ما باید به وزیر سیعت آمه ایفای وزیفه میکرم. بسیار عالی خوب حالا بیایم سر مسائل کارایی که تا امروز انجام میدن. در مجموع در زمانی که شما باعث دکتر با فعالیت آغاز کردین تا امروز چه تعداد بیمارا را عمل کردین به خصوص عمل جرایی به خصوص در بخش یورولوژی با شما عرض کنم که در وقتی که ما به دکتر جرایی شروع کردم به کار و اول اول دلیش برتون گفتم که یک علاقه مندی دیوش حق خدمت به انسان بود و او خودش یک میراج دکتر شدن به همراه مردم سرکار داشتن و سابقه مردم کشور ما ما به سپاس مردم سپاس مردم خود هستیم سپاس تمام افغان که اینا مردمهایی بودن که هر کاری که یک دکتر برشون میکرد اینا سپاس بودن. دکتر خدمت میکرد لیاز یک احترام خاص دکتر در بین مردم داشت بدون شک و... بله. و از این خاطر ما هم همی امی... موافقت داشتم که مورد احترام مردم بودیم اگر هر عملی که بالایشان از تدایی تیبی گرفته تا جرایی میکردیم یعنی یک ناخون هم اگر مریض میشه اگر یک موی هم اگر اصطلاح بردار که یک مرض داره که یک دانه است که انسان رنج میده اگر امور هم شما باید یک عمل جرایی چرک چرکش او به درد مریض دوام میکنه یا میگه عمل یا از ما به از اون دوره که هم استاد بودیم هم بر شاگردا اورا تدریس میکردیم عملا برشان یاد میدادیم بسیار این عمل تداوی جراحی در هر طبی که می بود بسیار لذت بخش بود که یک آرامش روحی و روانی بر آدم تامین میکرد در مجموع چند نفر شما عملیات گرده کردین خب اگر عملیات گرده رو بگوین من فکر میکنم تعداد عملیات های گرده از دو هزار سی هزار این زیاد هزار دو که و البته باز یک مرض گرده که میگیم انواع امراض است من بسار زیاد عملیات گرده رو و تنها عملیات گرده نه بسار عملیات های بنامه ایرولوژی تمام جهاز باولی و تناسلی هم پیش مرد هم پیش زن هم پیش اطفال این تعدادش به بسار زیاد است اگر اگر روز حساب کنم از او از او که ما کار میکنیم چهل سال حسابش ممکن به پنج هزار برسه اما انسان همیشه نمیتونه که همه چیز را چیز کنه حساب کنه اما تمام عملیاتا بسیار زیاد بوده و مخصوصا گرده بسیار زیاد است بله آیا روز اتفاق افتاده که بنابر نبود امکانات بنابر یک هر مشکلی که مشکلی بوده، بوده یک بیمار بدون انستیزی شما عمل کرده باشین ما در مرحله بودیم وقتی که تبابت شما میفهمین که تبابت افغانستان یک مرحله تاریخی داره از کجا شروع کرد تبابت یک تبابت از بنامه تبابت اصری، یک تبابت تبابت گذشته یونانی که هم تاریخ داره در اروپا در جهان تا سال تا شروع قرن 19 هنوز به اون شرطی که دوابت اصری که باشه هنوز نبود در شروع قرن 19 شروع شد تا قرن آخر قرن 20 به آج خود رسید فاکولت آساد شد دکتر اما افغانستان تقریبا نیم قرن از این دوابت اصری میانه بود اصلا در افغانستان کسی دکتر نمیشناخت لذا افغانستان توانست با شاگردی کردن پیش همی استادای ترکی که او وقت شفاقانی علی آباد ساخته شد و اینا بحیث انسان های دوست افغانستان بحیث متحدین برای بر دوست مردم افغانستان آمدن و من خواهد تاریخیش به هست اینا تانستن دکترهای بسیار متحد دکترهای بسیار ورزیده اینا, اینا رو تربیه کنن از این خاطر است که در طول سال هایی که ما کار کردیم هم شاگرد تربیه کردیم اگر ما بگویم که اگر ده شاگرد تربیه کردیم اگر ده شاگرد ده عملیات اجرا کرده باشه البته و هم، او هم امو چیزش به ما میرسه لیازا ما در حقیقت بگویم تمام. که هزارها عملیات هم به توسط خود هم توسط اسیستانهای خود و هم توسط شاگرد خود یعنی بدون انستیزی هم عملیات صورت خب شما انستیزی گفتید ما ارگز بدون انستیزی عملیات نکردیم برای دیگه مرالت خاطر گفتم که انستیزی در معاوج خود رسیده بود شفاخانه مجهز با دکترها بودن همین ترک ها آمده بودن از میاول کاری که شروع کردن اینا یک طبقه در پایی دکتر نرس تکنیشن انستیزیست ولی اون از مکتبای ابتدایی بروند اینها تربیه کردن و اینا جان فشاری میکردن و یک دیسپلین در شفاخانه وجود داشت البته باز انستیزی های لوکل میگه موزی بر بازی مریضی ها در آدم میکنه یک طفل کده به توزن میزد و قلمه هایش میبنامه اول تا که انستیزی میگرفت مثل که دندان آدم میکشه در سابق بدون انستیزی میکردن اما دو در که ما توابت شروع کردیم یعنی ما نمیتونیم بگوییم که ما از فرم شروع شد از یه شروع شد از انیسیزی های پیشرفتر شروع شد اما بدون انستزی هرگز ما یاد منمه گفتم اگر یک سوزن دادیم بر انستزی یک مریض کرد نرس گفتیم تو تو یه انیسیزی بتیم پروفیسور اجازی باید دارین اولین طبیب افغانستان کی بود؟ شما ارز کنم که چون مبعیسه تبابت هم علاقه داشتم که ما بفهم که ما از کجا شروع شده و باید از که پسان در اداره کار کردیم برای از که تاریخشی تبابت هم بر شاگرده خود تفهیم کنیم لیاز ما را مطالعه کردیم و خود از اونا را دیدیم در اول فقط که در اولین دوره دکتر فارغ شدن یک گروه 8 نفر اولین دکتر بودن که توسط همی استادهای ترکیه اینا فارغ شدن و در جمله از اونا کلانترین اولترینش دکتر محمد اسماعیل خان علم نام داشتن اما پسرشان فکر بکنم در ریاست جمهوری باید مشاوره، یک مشاور ریاست جمهوری استن یکی از پسرهایشان محمودی یکی از دکترای بسیار مردم دوست بود که حتی پسون فهمیدم که موضوعات سیاسی هم چطور بود که او از درد مردم آگاه بود در خانه مردم میرفت به نام عبدالرحمن محمودی بودن که حتی ما که دو وقتی که از فاکولته برآمد با سر خود بودم که من را هم تداوی کردم به این شکل تفیل لازم اولین ما همین آقای دکتر محمودی رو میگیم اسماعیل خان آدم نوروزالی خان اسماعیل خان دایری افضل یک کسی بود و یک آشن نفر دکتر بودن که نه باز صحت عامی افغانستان اینا پروموت کردن و ساختن. بسیار خوب. تلخترین خاطری که در ایام کارتان شم، او برای شما بسیار زیاد مهم تلقی شود و زیاد جالب باشه. او چی است؟ بله بات. گندگی داره دیابت کلام امروز یک مسلک مثل اه، اه تیم در امنیت کار میکنند، در پولیس کار میکنند، در اسکری کار میکنند دکتر هم همیشه همراه ما همیشه اتاق عملیات محیط شباخانه واقعات آجل، بوده لازم ترق ترین وقتی که ما میدیدیم که دوم دورایی که ما در دوران نجیب باید وزیر کار میکردیم یا باز استاد بودیم و همین واقعات تاکت خوردن جنگ ها بازوقا میرفتیم در سر سرک دست پای اتم ما دست پای مردم ها جمع میکدیم ادایت میدادیم این را به شفا میبوردیم این حوادث سقوط حکومت تا... تا... دکتر نجیب الله شما در کابل بودین در کجا تشریف داشتین چی شرایطی را تحمل کردین بله ما در به شما عرض کردم که ما در وقتی در او وقت, دا وقت دا کابل خود و ادایت خود دکتر نجیب نظر به شناخت داشتن اون تو زمینه رو ساختن که بهم در میکرویان اگر چی ما میترسیم که در میکرویان بیم پس آن باز شاید حالتا میفهمیدیم که سبا حکومت مجاهدین نه این احساس وجود داشت اما ما در میکرویان آمدم یک پر سیکوریتی شاید همین بوده هدف شد اما بدون خواست ما اونا خودشان همین تصمیم گرفتن و در این وقت در اونجا زندگی میکردم حکومت نجیب سقوط کرد مالندار ما به حیث وزیر صحت آمه بودم و خالقیار به حیث صدرازم بود و جناب مجدید صاحب وقتی که داخل افغانستان شدن، در اون رایان ما فضا از فیشنگ و اینا می دیدیم و نمی چه واقعی میشه و یک روز دکتر مصطفی کو وقت در از جوانتر بود بیرو رفته بود دا میکرویان یک سودا کریم میخواست که را کتاب سر چیز آمد و سر و ما بسار بار شدیم چی واقعی میشه و از پشت دروازه داده شد مصطفی داخل شد بچه من دستش کریم دندان و نفامیده بود دستش تو قایم بود تو بسته بود و کریم از سر سر کده بود یک استرس عجیب برش پیدا شد و این سحنه ها برای کل مردم شهر کابل رونما کرده بود این یکی از خاطره که میشه از فکر ما هم نمیره وجود داره بله و بعد که شرایط دشوار شد در افغانستان بله. شما در کجا تشریف داشتید وقتی که این واقع شد من تا ظرف تقریبا شش ماه ما در شهر کابل و ما خانه میرفتم رفت چه علی آباد دوباره پس رفتم از آقای مجددی پسر چیز وزیر سیاحت آمد شد وقتی آمد اعلان کرد مجددی سب که وقت نگفتن که آقای مجددی آمده تا اون روز مهاجرین رو میبینند تا اون روز جهادی ها رو میبینند و امتون دیگه پا بود و ایج کابینه رو خود چیز نمی کنه لیاز یک می آقای مجددی چیز کردن اعلان کابینه را کردن اون شب گفتند که دکتر نجیب بیسی وزیر سیاحت آمد ما خانه بودم گفتم اینا بیغم شدیم برای این مرا گفته بودن خالقیار شما وزارت صحت نما برین تا وقتی که معصوم کابینه نه موظف نشه شما کار وزارت صحت ها رو کنین برای اینکه شب اونا باید دوا می داشتن یا امبولانس می داشتن لازم ما رفتم در اون چند روز بودم وقتی که مجددی شو اعلان کرد صبح موتر از اون رده خانه ما در میکرار آمان کردن گفتن شما وزیر سب کار دارن و با یک نفس حرام رفتم وقتی رفتم سر زینای وزارا صدام آمه کمی اینجا هست مجازی صاحب امرای کلای پکور خود نجیب مجازی صدا بود زینا بالا شدم در پالیش هم تمام جهازی های ما کرد تک راکتا من نیده بودم اول لفه بود که تو راکتا را در سرش ها شده محافظین محافظین بودن من رو بغل کرد برای زینا گفتن که اینا استادم هستند و دکتر استادم هستن من هم اونطور مای مشفقانه دست به استاد گفت من از سر میز وزارت شما نرفتیم تا گفتم شما نبین رو رفتیم آقای مجددی مرا گفت استاد بشین سر چاکی دوم چاکی که من یک چند روز پیشتر یک ماه پیشتر بودم با. ما یه یک چاو اعلان شد شما باید سر وزیر هستین این جای من نیست دیگه و خو پولی خود سر یک چاکی فرای شان گفت جای سیف شما نمیجا می باشین خب باز من رئیس تا رو معرفی کردم برای شان که خدمات کرده کارایشان ها رو بسیار رؤسا بود چهل پنج نفر رئیس ها بودن که اونا رو عمیقا نشناختم و نام معرفی کردم باز و بجز سیب مرا گرفت خیلی میریم شفاخانه ها رو شما مری من باشین ما به با شبخانه رفتم ما مرف... اونا رو معرفی کردم به وزیر وزیر اونا تعهد کردن که باید کارا رو باید بکنن از این خاطر به این شکل شروع شد و چند یک ماه شد جنگ در کابل شروع شد و صدای مجدیدی صاحب از شعور آمد که کرد. من کردم وقتی ما دیدیم که مجدیدی صاحب استفا کرد و بعد ما... خب البته من بودم یک چیز را شما کنم وقتی که جناب احمد مرشد که م بر از او یک ارادت داشتم از اینکه چرا من میشناسم در گذشته پدرش و فامیلش و بازو وقت اولادا گفتن پدر دیگه دیگه تقه قشیش دیدی حالات ما را میکشی؟ چرا هر روز راکت میامد؟ از اون پیشوری فخانی ما از میکرویان وکیل, شو، وکیل میکرویان اونجا راکت خورد از وین رفت ما سه ببرن امرای فامیل یک فامیل بسیار چند صد نفری در را گرفتیم از این رای چپل چرخی بر آمدیم که را تق... راکت ما را تعقیب میکرد خود رسان در, در پشاور اگر کتا بفرمایین در آخرین لحظات برنامه قرار داریم در پشاور مصروف چه کارایی بودیم؟ وقتی به پشاور رسیم در اونجا البته کمه کاری بسیار مشکل بود همراه ما یک تا دوست آدای ما به نام آقای عطمر و رئیس های شب ها بودن پوهانده بودن پروفیسور ها بودن اینا هم همونجا رفتن آدم های بزرگی بودن که و استادای باقی مانده هم دو معادت کاملا ترک گفتن وقتی اونجا رفتیم همین آقای فاطمی که جمعه بود ای هم آمد به پشهار باز اینا کش کرد که ما استادا را جمع کنه و می آمدیم دلال در اونجا از طریق دبلیوچو تنظیم کرده بودن و از ما خواهش کردن که ما در اونجا برای شاگردهای مهاجره که در دا داخل وطن هم مهاجر شده بودن اونجا نفشاور ها هم شده بودند، فاکلت ها در اونجا بود، پانتون پا جهاد بود و پانتون پا اسلامی بود و پنج شش تا پانتون پا ها بود، عبدالی بود و ساخته بودند، هر کدامشان می بودند که بین بر ما درس بدین. ما طلبان بود باید می رفتیم و از اون ها درس میدادیم. دادیم و در این زمان شفاخان ها، پاکستانی ها می شناختند و افغان ها هم اونجا بودند، دو شفاخان ها می رفتیم من افغان میمدن، از افغان میادن دامو پاکستان نصب از داخل از تا تا بود تا طالبان اینجا بودن طالبان در اینجا جنگ میکردن باز میاد اونجا باز اعتماد به ما میکردن ما اونا را اونجا دادم میکردیم. بله. و جناب پروفسور اجازی با،, با عنوان عنوان اخیر می خواهیم از شما بپرسم اگر کوتا لطف کنین پاسخ سخبار بدن آیا تبابت در افغانستان است؟ البته ما قبلا در وقتی مي حالتی که ما حال قرار داریم یعنی مدی نیمه دوم همون زندگی مسلک تبابات ما هست همون بر شما گفتم از سکوت دولت امام داود و تحولات کامت به اون تبابات که ما مشناسم یک صدمه بسیار بزرگ به ما وارد شد وسره ما شمه هغه وختوم از از متلاشیشتن نخبهای افغانستان در بخش دوابت مثل دغه بخشای پونتونی په تا مسافرت افغانا در کمپا و یې نو وبسشتن و مو کمپا افغانا لزو یختي د چیزایي کی د پاکستان مبهراحت بويید به وایم کی د اونځ گذشته ها ایشان اونځ راواردشت مهاجرون هم د اونځ بودن لزو همه طبابت افغانستان امی دکترای جوانی که دوچه تربیه شدن اینا بسیار چیزای غیر میاری را دوچه هم آموختن ها هایی که پشت پشت تأسیس میشه امروز ما به شما بر ارز برسانم که بسیار زیاد همو جریادار میشده خلف ما دکترای بسیار جوانی که هنوز یک کار پرداختی نمیکنن فکر میکنن توابت تیوری نیست توابت عملی است دیسپلین است نظم است خدمت به انسان هموطنش است متاسفانه احساس است بل... احساس احس... است احساس, خاطر است خدا خداجویی هست دیانت هست، ام. همه چیزهایی این متاسفانه شرایط همه چیز از بین برده یک تا دو جوان ها هستی... در های چخصی میکنم میرم اونجا برشون برشان درست اول هیچیز نخواندن فاکولت ها بسا خوش دارن که بخشن پیسه بگیرن دیپلوما بودن و این دیپلوما تا که در او تعودات نداشته باشند، اینا دکتر شدن میتونند یک بحران است و حکومت آیندی وطن، ما انتظار داریم از دکتر سای عبدالله از دکتر سای بانی. و که باید که یک یک سپاهی بسازند که بر تبابت باشه و صدت جمعی تمام معزله های از این در بخش توابت و اولویت بتنه ایره حیات انسان بر از که در قبال دیگر دشمنهایی که برای مردم افغانستان وجود داره یک دشمن نامری است کو امراض است امراض جدید است کو شامل همه چیز را میشه این باید بلد. که من افغانستان بید همیستش بیده یک بحران بسیار زیاد تشکر مهر محمد اجازی متخصص امراض جرایی و یورولوژی و یکی از شخصیت ها و نخبه فکری مهم افغانستان در عرصه تبابت از که دعوت ما را پذیرفتیم دعوت برنامه را پذیرفتیم از شما و همچنان از خانم شما بیبی حاجی بی که بسیار با علاقمندی تقاضای ما را پیشنهاد ما را پذیرفتند و آمدن در کنار شما و در حضور شما از زندگی شخصی خود، از فرزندهای خود، از نواسای خود از تحمل خود به عنوان یک زن که دوری شما را اینا تحمل کردند و شما را همیشه یاری و همکاری کردند و حیات خود با بسیار شیرینی و لذت هماهنگی و همکاری با شما سفری کردند از هر دو شما ما قلبا سپاسگزارم. استم بر شما طول عمر صحت و سلامت خواهان هستم و همچنان خداوند فرزنده و نواسای شما را همچنان مثل شما شخصیت های متین و بزرگ به بار بیاره شما جهان سپاس است شما نواشید خوش عزیز ای بود صحبت ما با پروفسور محمد اجازی متخصص امراض جرایی و یورولوژی خو یکی از دکتران بسیار ورزیده و مشهور افغانستان که گفتم میتونم اکثریت مردم افغانستان با نامشان و کارهایشان در عرصه تبابت آشنایی دارن و همچنان خانمشان بیویاجی یکی از پیشگامان نهضت زن در افغانستان انجام دادیم امیدوار استیم طرف توجه شما همچنان قرار گرفته باشه تا تقدیم برنامه آینده لایارو مدد کار شما